همراهان عزیز و گرامی، دوباره خوش آمدین. با شما هستیم از ادامه برنامه عصر عریوا. جناب آقای جهانگیر علی کوزی، مسئول فارم زنبورداری شاداب هرات، امروز در کنار ما هستند. صحبت‌های بسیار خوبی در ارتباط به وضعیت زنبورداری و همچنان به سوالاتی که امکان داره در ذهن شما رخ داده باشه و یا هم خطور کرده باشه، اینکه چگونه بفهمیم عسلی که ما خریداری میکنیم عسل خالص هست یا هم به نحوه فریب نخورده باشیم، چند نوع عسل داریم و نظر به نوعیت انشاءالله از عسلهایی که امروز مقابل ما هست صحبت میکنیم. بیننده باشین و از صحبتهای آقای علی کوزی مستفید شید. خیلی خوش آمدین. سلام وقت شما بخیر. سلامت باشین. زنده باشین. تشکر. جناب آقای علی کوزی، فکر کنم فصل برداشته عسل که تمام شده، در کل چگونه بود وضعیت زنبورداری امسال؟ شکر خدا خوب صحیح بود، عسل خوبی گرفتیم و با کیفیت و نام خدا. بسیار عالی، انشاءالله که علی. شما راضی باشین، ما هم راضی است. شکر خدا راضیم الحمدلله. الهی شکر. جناب آقای علی کوزی، امسال نظر به سال گذشته آیا تفاوت‌هایی داشت و در کل چه چیزایی میتونه تأثیر داشته باشه بر روی وضعیت زنبورداری؟ آیا بارندگی و وضعیت آب و هوا هم تأثیر داره یا خیر؟ خب اگر بارندگی باشه که خیلی بهتره، ولی چون سالا خشکه، منطقه که ما هستیم او کمچین خشکسالیه، ولی خار زیاده، هرچی خشکسالی باشه خار زیاد رشد میکنه و گل زیاد میکنه و او هم نمیخوره، کوتی هم نمیخوره، ولی زنبورا از او استفاده خوب میکنم. خیلی اصلی که ما از او جمع میکنیم از گل خاره، خیلی کیفیته، ولی حتی اصل کوی هم امشالله بالاتره. نام خدا، ماشالله. مربوط کدام منطقه میشه اصلایی که شما برداشت میکنید؟ ما هرات مولیس ولی انجیل قلعه حبیب خان. نام خدا، ماشالله. پول هشمی. اصل شما مربوط به گل خاره؟ بله، اصل هم مربوط به گل خاره. خیلی عالی. امروز چند نوع اصل آوردیم آقای علی کوزی صاحب گرامی. دوستا ما زیادتر شاید برای خرید اصل برن، سوال های زیادی به ذهن اینا باشه، خدای نکرده ما فریب ندن، و یا هم اصل های مختلف ما خریداری میکنیم اما باز هم نمیفهمیم که کیفیت اصل چی رقمه. در برنامه امروز دوستا ما چند نوع اصل آوردیم، البته آقای علی کوزی زحمت کشیدن و صحبت میکنن درباره این اصل ها، چگونه اصله، چگونه بفهمیم که این اصل خالص است یا خیر، باز بتونیم براحتی نوشه جان بکنیم. درست علی کوزی؟ خب درباره سری هم اگر اجازه باشه باز کنم. خب به به، نام خدا. مزیاد شبه گرفتن میتونم، خدا نکرده چپه نشه. دوستا اگر تصویر داشته باشین اصلی که فعلا دست ما هست چگونه اصل آقای این اصل که هست؟ ما یک نوع اصل داریم که به نام اصل بکر میگم، او اصل یخ میکنه به زمستون. بله، به داخل یخچال که کلی اصل کس نمیگذاره، بازم به بیرون به همین وقت موقع سال اصل جامد میشه. بله، این که هست ما حرارت پرر نداده، نیم حرارت داریم، چون به بازار اگر اصل خام و مردم روشن دیم بگم این اصل نیه، شکره. بله، مجبوریم ما یک نوع دیش باشیم، یک نیم حرارت بدیم که خیلی فایده هم از بین نره و مشتری ما باتن راضی کنیم که اصل او قناعت کنه. بسیار خوب. در کل این هم همون مربوط اصل گل خاره؟ همون اصل گل خاره، بله، همون اصل مانه، بله. این چند گرمه؟ این 500 گرم نیم. 500 گرم، بسیار خوب. قیمت اصل در بازارهای هرات فعلا چه رقم آقای علی کوزی؟ یعنی کیلو چند میایه؟ از اون کلی دونیم از شروع میکنم، میگم به نام کوی میشون، به نام اصل قور. کسی هم متوجه نیست که هست یا نه، با نامهای مختلف. آبا. یعنی قیمت اصل کوهی گرانتر فراتر میره؟ میگم گرانتر، ما که با کوه رفتم، هر جا رفتم تو گل ندیدم که او اصل داشته باشه. بله، علمی از ما همین اصل گل خور دشته، این کوت اینیه، ایو اینیه، بعد جا که باغ اینا اصل از اون شیری انگور خور تقدیم میکنه. بسیار. اصل بیشتر میده، ولی کیفیتی اصل رو داره. خب یعنی راضیه این انشاءالله. دوستایی هم که خریدن مطمئن هم اونایی که خریدن راضی هم. بله، الهی شب. سوال بعدی که چیگونه ما بالاخره مو اصل شکرک زده؟ بعد شما در قبل از برنامه یک اشاره داشتین، ادهی میاین میگن این اصل شکرک زده یا امکان داره بالاخره او کیفیت
اصل اصلی رو نداشته باشه. درباره از هم اگر یک معلوماتی برای دوستا بدین چی رقمه؟ گپ از چی قرار آقای الکوزه؟ برعکس اصل شکرگزده اصل بیترین اصله. خب هر کس نگاه کنه و طرف هم که ملامت نیه میبینه دونه دونه جامده، میگه یه حتما شکر داره. بله. در حالی که 3 دفعه 4 دفعه فیلتر میشه او به زمستان شکرک میزنه. بله. او کیفیت از خیلی بالاتر از اصل حرارت دادیه. بسیار خوب. و سوال بعدی، اصل تاریخ این غذا داره؟ یعنی تاریخ مصرف از امکان داره مثل سایر مواد غذایی تمام بشه یا نه؟ نه اصلا تاریخ نداره. خب هرچی بمونه هیچ گپی نی مشکلی نیه. و شرایط مناسب نیاز داره، مثلا به کدام آب و هوا باید نگه داشت؟ بعضی از دوستان داخل یخچال میگذارن یخچال که اصلا باید آدم نداره اصلا. خب بله بودن یخچال همون شکرک میتونه اگر اصل باشه. بله. اگر نباشه قول ایرانی آبقان باشه و همیشه صاف و مجلله. خب پس نکته ای که باید توجه داشته باشن دوستا که به یخچال نگذارن. یخچال هیچ وقت اصلا نگذارم. یعنی به فضای بیرون از یخچال. فضای بیرون نداره. گرم هم باشه نقصی نداره، سرد هم باشه اصل خرابی نداره، شرط اصل باشه. بسیار. و این هم آیا مثل شیشه قبلی آقای علی کوزه یا نه؟ نه این جامده. این جامده. این به قول مشتری شکرک زده این میگم اصل نیه، اصل خوبی نیه، این شکر داره. میگن شکرک. در حالی که این خیلی کیفیت داره. شما هم بکنیم نمیده. چپه نمیشه نه؟ نه نه. تصویر شاید دوستا ببینن. این کیفیت از این خیلی بالاه. خیلی بالاه. بله. اصل سخته. اصل جامده. بسیار خوب. ای از نوع امو اصلی که گفتین دوستا نمیپسندن زیاد. این که بیخی نمیپسندم. مگر طرف آدم رو بشناسه، زندرام رو بدیده باشه، بگه برادر اگه مرغ قبول داری همین اصل از این بهتره. از این بهتر. آخ این چون حرارت نخورده. دست هم نخورده. دست نخورده بکره. به دیگه کشورای $10 گرانتر خریده فروش میشه. متاسفانه اینجا با قیمت بسیار ارزان هم حاضر نیان که بخرن. قبول نمیکنم. میگم یک نگاهی بکنیم از ما بپرسیم ما خوشحال میشیم کمی اثر کجا میه چه کار هست که ما شما رو قانع کنیم. بله. شاید این موضوع عدم آگهی آقای علیکوزه مردم نمیفهمن اطلاع ندارن و اون خاطر فرق بین اصل خوب و بالاخره اصل جامد و مایع اینا رو نمیدانن از همون واسه کمتر میرن سراغ اصل های جامد. آیا امکان داره که از این حالت بیرون شه ای اصل، یعنی به مکان گرمی نگهداری بکنیم پس خود آزاد کنه مایع کنه یا نه؟ بله ای بغل بخیری هم باشه پس خود مایع درست میکنه زیر ده. کرسی هم که شما کرسی داریم. بله اگه بگذاریم این پس هم بله آلت ادی خور میگردم مثلا و حرارت داده میره میشه. بسیار خب برعکس سایر مواد غذایی که میگن از حرارت اونا رو دور نگه داریم که خراب میشه. اینا خراب نمیشه. اینا خود پس هم تو شکل مایع درست میکنه. بسیار عالی. بازار فروش عسل چگونه یا آقای علی کوزه؟ آیا در سطح هرات بازار فروش عسل آنچنان که باید خوب باشه خوب هست یا نه؟ خوب از سالهای قبلی حال بیتر، مردم عسل شناسیت پیدا کرده ولی هم مردم میخوای عسل بخره ولی جرأت خریدن ندارم. بگم شاید بیزی خوریم چون یک کیلو گلوکوز میام داخل شهر به 40 روپیه میخرم یا به تشیشای مقبول میکنم. میگم ما اینا رو چون بدخشان آوردیم، اینا رو از غور آوردیم، اصل خوب 1200 بی میکنم تا آخر چه نزنه به 200-250 هم میرم. ولی اصل نیه ای که پول نمیره که هیچی به چای نامریز میشه. خب یعنی امکان داره که هر نوع مواد در خاطی کرده نخ ضرر داره اصل نیه اینا. بسیار. و بازار فروش اصل در ولایت های همجوار از هرات هم ارسال میشه یا خیر هر ولایت بالاخره اون فارم زنبورداری خاص خور داره؟ فعلا ما قوامی هرات میفرشید توفه به ایران، به فرانسه، به مزار، به کابل، پاکستان بردم اصل رو پسند کردم. نابخوا. حتی به ایران هم بردم ولی زنگ میزنم و کتوفه رای کردیم ولی میگم برش طریقه میشه قم قیمتی از برمون روان کنیم. خیلی ولی چواری نیه کاری کنیم. مهم هم اون کیفیت هم اگه بالاخره یک بار که کیفیت هر پسندیدن با دنبال مصرف از او هستن و ارزش خیلی دارن شاید داشته باشه. چیزی که توجه من به خود جلب کرد آقای علیکوزه روی اصل میوه خشک اینا چی رو نما به نام چی یاد میشه اینا به نام معجون ما تیار میکنیم و ما به نزدیک پسته خون میزنیم. بله. بادام هندی، مغز بادام درختی، مغز جز اینا می آدم هایی که کمک ضعیف سرک هم اگه مصرف کنم خیلی خوب میشه برای ما هم خوبه برای هر کس خوبه. خوب بسیار خوب.
یک شکل بسیار عالی هم داره. چند نوع میوه داخل ازی گفتیم گرده؟ این چهار نوع میوه. چهار نوع میوه. پسته خامه. بله. مغز بادام درختی خامه. بادام هندیه. دیگه مغز جوزه. نام خدا چهار نوع. هر کدام از اونا فایده خاص خود داره. اینا بر روی عسل گذاشته میشه یا نه؟ شما اینا خود عسل قاطی میکنین؟ چرا نه؟ اینا خود عسل ما قاطی میکنیم. خب چون عسل سنگینه میره پی اینا، پس بروی خیلی میکنیم اینا چیده شده. بله بله همین رقمه. فکر میکنیم که روی از این عسل چیده شده و خیلی شکل جالبی هم داره. در کل گفتین فایده های زیاده داره. فایده زیاده داره ولی از دوا بهتره دیگه. از دوا بهتر. خیلی از بالاخره یک سری غذاهای گیاهی و یا هم خوراکی‌های گیاهی طبیعی اگر دقت بشه به مصرف از اونها واقعا میگفته شما از دارو هم مثلا از او بیشتره. مثلا خود عسل اگر به فواید از اون نگاه بکنیم طبعا از خیلی از داروهای کیمیایی که مصرف میکنیم مصرف از او و فایده و مفاد از او برای بدن ما بیشتره، مخصوصا فصل زمستان. بله بله. بیشتر عسل رو به فصل زمستان خرید و مصرف میکنن یا فصل گرما؟ یعنی بازار فروش تغییر هم داره به فصل یار ما خوب سرما همیشه ما میخرم کفه که مشتری میشم به هوا گرم میخرم استفاده میکنم. بعد میگم ما اصلا دوا مصرف نمیکنیم، یک قاشق عسل با بچاخ میذنم بچم یخ مریض نمیشه. نام خدا یعنی قدر فایده ای از اون فایده داره. بله ها. و ما اگر هم عسل داریم عسل ممدار طبیعیه او را ما سیبا میگیریم کسایی که مشکل معده داشته باشه تیزاب معده چه اسید معده داشته باشه. فکر کنم که همینه درسته؟ بله همونه. این رو اگر هر کس ببینه فکر کنم این که ببینم اعتماد رو بیشتر میشه میگم واقعا عسله، چون داخل شیشه هر شما تعریف تریسی کنیم هیچ اثری نداره. بسیار خوب. یعنی هیچ دستی نخورده یه اصلا، فقط از روی کندو برداشته شده. از داخل کندو بردشین داخل جواب بکدشین. قیمت از این چی رقمه؟ گرونتر که میدم ولی یک قیمت میده. نام خود یعنی قیمت از اینا و اونا یک فرق نمیکنه یکی. اینا کمیافتر نیه؟ چرا کمیافتر هست ولی ما به اندازه کافی داره. به اندازه کافی داره. انشالله که باز ما هم از شما میگیریم از این. بسیار خوب. این روی از این بنام موم یاد میشه این مومه ما سر قم موم داریم. یک رقم موم یکست که از چین میاره او شیمیاییه، یک رقم موم طبیعی که نگاه درست میشه او هم خوبه، یکم خود زنبورا میبافه. بله. او که زنبور میبافه دیگه مومی هم هیچ ضرری نداره، برای معده خیلی فایده خوبه داره. این خود زنبورا بافته؟ این خود زنبورا بافته. نام خدا. مزه یزی و خودم و عسل یکه دیگه، یه جمع عسل دیگه، درسته؟ این سنگینی زیاده نداره، شاید اون همه 10 گرم نشه. خب بله داخل از همه عسل چرا هم که جامده ای نسبت به سایر عسل ها دیگه یه رمه تو خام نگاه داشتیم. خام بله ها. خب با لگه خواسته باشین که هستی مارسته باشه که موهای بشه بزیر کرسی نگه داریم اینو بقیم بخری باز بزیر هم میتونه موهای بدیم، خواسته باشه جامد میده. کدام یک بهترتره عسل جامد یا مایه؟ جامد بیتره. جامد. بله. خیلی خوب. یعنی امو حتما خواص خود را نگه می‌داره. هیچ دست نخورده. اون مایه که هست او حرارت میخوره. حتما هر چی که با آدم هیچ کنه کیفیت کمی پی میاد. ولی چشم رو خب بازار داره. بله واقعا. خب متاسفانه یکی از مواردی که مردم ما کمتر توجه میکنن همین بحث ندانستن از عسل. فقط رنگ و روی رو میبینم اون بس تمام. امیدوارم که خوش خوش آهسته آهسته راه افته که بله میوه خوبیه، میوه با کیفیته، به هر درد شفاه. از گوشت بیتر یک کیلو گوشت میخرم با 500 ای بی باشه، خوب باشه، حالا باشه. جدا از بیشتر استفاده کردن خودمون گوشت میتونه باعث حالا هر کدام فواید خود داره، اما گفته شما عسل دیگه دیگه چیزه دیگه چیزه. یک قاشق یک کیلو یک ماه دو ماه دم میره. نوعیت مصرف عسل را اگر یک صحبتی داشته باشین، ما چگونه بالاخره عسل را مصرف کنیم که بهتر به نحوه برای امراض بهتر باشه و یا هم نحوه استفاده از او چه رقمه؟ حالا هر کسی یک نظر و فکر داره. چیزی که من امتحان کردم و تجربه که دارم کسایی که تکلیف عصبی داره، مدام اعصاب خراب، اگه دم خواب میشه داخل یک پیاله شیر که یخ کرده باشه یا چای که یخ کرده داغ نباشه، یک قاشق عسل آب کنه بخوره صبح اعصاب راحت برمیخزه. قبل از خواب؟
قبل خود مقدمه که کارای خلاص شما میخواید استراحت کنه تا صبح. یک قاشق عسل همراه شیری که یخ کرده باشه، یک چای که یخ کرده باشه، داغ نباشه. و پشت چای داغ نخورم، او داغ نخورم. و اگر با تکلیف معده دیش باشه صبح و نهار بخوره. با پشت تا یک ساعت دیش چای نخوره. ای بیتره نظرم با هر کس نظرم سلیقه یعنی فکر. قبل از اینکه صبحانه بخوره همراه آب جوش؟ نه خیلی بخوره. خیلی بسیار خیلی از دوستان این نکته ای که شما اشاره کردین خود آب جوش یا چای داغ نخورن اصلا در نظر نمیگیرن، اصلا در داخل چای داغ میندازن میگذارن که یخ کنه. ما میگن یخ کنه کیفیت شاید 50% پایین بیه، شاید بیشتر هم پایین بیه دیگه. امور همین تو بخورم تو یک ساعت یک نیم ساعت چای بروی نخورم. بسیار باز همون تاثیر از او بیشتر، تاثیر بله بیشتر که که تکلیف معده داشته باشه. بله. خود شما چند سال میشه آقای علی کوزه فارم زنبورداری دارین مصروف فعالیتی؟ من این سال به ششم قلم میخوره. سال ششم. بله. نام خود چی شده اصلا رفتین دنبال کار زنبورداری؟ اینقدر وظیفه، اینقدر فعالیت، اینقدر بالاخره کاروبار رفتین دنبال زنبورداری چی باعث شد؟ خب ما دنبال علی کار کنه بریم با یک دوست شراکت کار کنیم و بالاخره گر جور در نمودیم و سیوا شدیم. به حساب از اون ننگ مردم و مردم به ما نخنده و دنبال این کار برفتیم. خب خداوند برکتی هم بداد. ولی این کار خیانت ور نمیداره، اگه صادق باشی برکت زیادی داره. من یک تن و 300 کیلو عسل بودشون باور من نمیشه. ماشاءالله امسال هر چه فکر میکنم که یک حشره ضعیفی مردم گندم مقدار نمیکشه واقعا نشته شده. بعدم نگاه میکنه لطف خداوند و برکت خداوند. بله. اما اون نکته ای که شما اشاره کردین اگر به هر کار صادق باشیم، بالاخره راستکار باشیم، درستکار باشیم، انشالله به اون کار خیر و برکتی هم نهفته هست. بله. جای شکی نه، خیر و برکت هست. بعدم صادق باشه خیلی خوبه. بله. تشکر میکنم از شما آقای علیکوزه صاحب گرامی، آمد استفاده کردیم از صحبتهای شما، لطف کردیم، تشریف آوردیم، درباره عسل ها گفتین و سوالاتی که به ذهن دوستا خطور کرده بود درباره نوعیت عسل، مصرف عسل و چگونه بفهمیم عسل خالصه. صحبت های شما بسیار مفید بود، آموزنده بود. اگر کدام حرف و صحبت باقی مانده باشه که من در لابلای سوالات از شما نپرسیده باشم میخوایم از شما بشنویم. باید برادرای که عسل مصرف میکنم ده. عسل بدون تاپه نخرم، جا و جگا آدرس فارم دیشته باشه. بله. یعنی مشخص باشه، اطمینان حاصل پیدا کنه. دست اول بخرم نگاه کنم تو از کجای کیر میشناسی، فرم تو با کجای کو فرم خودمون روشن داره که دنیا پیشرفته شده به تا گوشی هم تمام دنیا واقعا کوانت زنبورا تو کو خود تو اطمینان خود حاصل کنه بعد اصل از رو بخرم. اصل رو بازار رو نخرم، اصل که نام و نشان نداره، آدرس دقیق نداره، از فرد اطمینانی خرید کنه. دست اول از زنبوردار بخرم. بله، از اینکه در دست چرخ بخوره مشخص نباشه از کجا هم آمده ای اصلا. من میگم برادر به شما من اصل میرم بخوریم خلاص که شد. خب. اگر اصل به طول مر بدیم نه با خدا. خب اگر من اطمینان دارم که میگم اگر مرتقی بگم برای اصل تو مصرف میکنیم، اگر اصل تو خوب بود پول تو میدم، اگر دیدین که سسته داد بدونی که اصل اصل اینیه دیگه. واقعا نمیم اگر به جرعت برادر بخوریم مصرف کنیم، اگر اصل به طول بدیم خواهی خریداری کنم، به قصه قیمت نشم، به قصه کیفیت بشم. سپاسگزارم، انشاءالله موفق باشیم. تشکر از زحمات شما در کار خود، همیشه پیروز باشین و این زحمات صادقان شما واقعا بی نتیجه نخواهد بود. جناب آقای جهانگیر علی کوزه سپاسگزارم از شما، بخیر باشین. و تشکر میکنم از همه شما خوبان و عزیزانی که امروز برنامه عصر ریوار تا پایان تماشا کردین. امیدوارم صحبت ها، گفته ها، مطالب، بخش ها و موضوعاتی که در برنامه این مستقیم حضور شما خوبان و عزیزان شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ناگزیریم که ما هم از حضور گرم و سبز شما خوبان مرخص بشیم. تا برنامه بعد، الله حافظ و نگهدار شما باد.